و توکل اسم عظمت، بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند بخشاینده و مهربان. سلام و عرض ادب و احترام محضر شما عزیزان، همراهان همیشگی برنامه روی خط زندگی. انشالله که حالتان خوب باشه و در صحت و سلامتی و عافیت کامل باشین. باعث خرسندی و افتخار است که با یکی دیگر از برنامه های روی خط زندگی در یک ساعت پیش رو در کنار شما عزیزان هستم و انشالله که بتونم صحبت و گفتگوی مطلوب و مفیدی را برای همه شما عزیزان تقدیم داشته باشم. دوستان عزیز ارجمند، امروز ما روز جهانی بهداشت دوران قاعدگی را داریم و موضوع اصلی برنامه ما ایسته که در رابطه با لکنت زبان در کودکان باید اشاراتی داشته باشیم، به انضمامی که در پایان برنامه ما در رابطه با آموزش به وسیله بازی هم برای شما عزیزان قرار هست صحبت‌های مفید و پرکاربردی داشته باشیم. در قسمت ابتدای برنامه ما در خدمت شما عزیزان هستم و در پیوند با لکنت زبان اشاراتی خواهم داشت. در بخش‌های بعدی همکار گرامی ما خانم حسینی با مهمان‌های عزیز خود در پیوند با موضوع بهداشت دوران قاعدگی و همینطور آموزش از طریق بازی صحبت‌هایی هست که تقدیم میشه. پس میطلبه که شما عزیزان هم تا پایان صحبت و گفتگوی امروز مرا همراهی کنید. بله دوستان عزیز و ارجمند، در خدمت شما عزیزان هستیم و امروز اختصاص دادیم به بحث روانشناسی کودکان و در پیوند با لکنت زبان اشاراتی می‌خوایم داشته باشیم. عزیزان، لکنت زبان یک وضعیت گفتاری در کودکان هست که کودکان نمیتونن سیلاب‌های کلمات به خوبی ادا کنن. یعنی این سیلاب کلمات باید تکرار شود. حروفی هست که او را مکررن در بیان خود تکرار می‌کنن و باعث میشه که چنین طرز گویشی اونا را معذب بسازه. برخورد ناآگاهانه بسیاری از والدین باعث شده که هیجانات منفی و اضطراب بیشتر در چنین کودکانی تشدید پیدا کنه، اگرچه بعد از سالیانی با تحقیقات فراوان این معضل و این اختلال تونسته مهار شود و کاهش پیدا کنه، اما اثرات منفی و مخربش تا سالیان متمادی در روان و وجود کودکان پا بر جا مانده. ما آقای حازم عزیز در کنار خود داریم تا در رابطه با اختلال لکنت زبان و راه‌های مقابله و بهترین برخورد و رفتار با چنین پدیده‌ای برای شما عزیزان صحبت داشته باشیم. آقای حازم عزیز سلام بر شما. علیکم السلام و رحمت الله. سلام و احترامات خدا خدمت شما و تمام دستان در کورونا برنامه‌های خوب تلویزیون تمدن و بیننده‌های عزیز شما سمی قلب تقدیم می‌دارم. امید است ان شاءالله در پناه خدا دارای صحت و سلامت باشین همه شما. ممنون. زنده و سلامت باشین. بنابرای دلایل خاصی در کودکان که در آسانه 3 تا 4 سالگی یا 5 سالگی هستن لکنت زبان اتفاق میفته و پدیده ای است که موجب آسیب در نوع گویش و حالا یک مقداری هم آسیب و هم اذیت میشه خود کودک وقتی میخواد که سیلاب کلمات ادا کنه، اما موجب این میشه که تکرار و تکرر همچنان وجود داشته باشه. رفتارهای ناگهانی ما باعث تشدید این مسئله شده. ممکن هست خوب شوه، ممکن هست که تا حتی دوره نوجوانی هم همراه یک کودک باشه. خب به نظر شما دلیل اصلی که کودکان دچار لکنت زبان میشن ما میتونیم در چه چیزی جستجو کنیم؟ بسم الله الرحمن الرحیم. لکنت زبان البته با اساس تحقیقات که نه تنها روانشناسی بلکه در خود فیزیولوژی هم به حساب وظایف اعضای بدن انسان وقت مطالعه میکنه، یک بودش ارثی است که البته در جامعه افغانستان متاسفانه صحت طفل و خصوصا برای طفل مادر که کسایی که به حساب متخصص هستند و موظف هستند کمتر به این موضوع توجه میکنند. در 6 هفته اول نه 6 هفته دوم طفل زمانی که در بطن مادر است، در این زمان است اگر خب آسیب های خاصی است که البته ایجاب میکنه که ساعت ها روزی صحبت بکنم که اگر مادر سرش فشار می، بعض فشارهای هست که بیش از حد اذیت کننده است. به مو خاطر است چون طفل رو به تکامل است، تمام اعضا و جوارحش ساخته میشه،
بعد از 6 هفته دومه که برای شما گفتم که یک مرحله خاصی است، نیاز به داره که بحث های بیشتر روی صحبت شوه که چرا هرسی است و کدام عوامل است. البته ما هم قدر میخوایم که بگویم این بحث جواب میکنه که با مثال ها البته واضح شوه. موضوع دومش این است که طفل چون از به حساب اعضای صوتی طفل که دو اصطلاح در روانشناسی خصوصا تربیتی روش بسیار بحث شده که یک اصطلاح لاتین است، البته معذرت میخوایم، یکی به نام دیسلنگویا برش میگه و یکی دیسلکسیا میگه و دیسکورپیا یک اصطلاح است که بعدا برز به کار برده شده. قسم که شما لکنت زبان رو میگن، لکنت زبان از ابتدای زبان آموزی یعنی از دو سالگی تا 5 سالگی و 7 سالگی که در دوره طفل کامل میشه، مرحله اول زبان آموزی کامل میشه و مرحله رسمی یادگیری زبان میره که خودش در سیستم های معارف و در سیستم های تعلیم و تربیت تنظیم شده. در این دوره این زیادتر بیشتر دیده میشه. چرا مثلا؟ دلیلش چی است؟ بسیاری اوقات از طفل چون ممکن اختلال در گفتار داشته باشه، طفل اختلال در گفتار اونمو تکمیل نشدن اعضای صوتی طفل است. وقتی میره یک چیزی را بگویه با مشکل ادا میکنه، یا همون سیلاب های کلمات یا پس و پیش میگه یا تکمیل گفته نمیتونه، بند میشه در گفتار، بندش پیدا میشه که یه را به نام دیسلنگویا برش میگه. این معمولا البته خب بخش ارسی شما نمیخوایم اینجا بحث بکنیم، بحث ای که چی کار باید بکنیم، عامل چی است. بسیاری اوقات وقتی طفل یک چیز را درست ادا کرده نمیتونه، خود زبان آموزی است. تمام پدر و مادر را توجه داشته باشن که دو سالگی اون مرحله آغاز زبان آموزی است. در این دوره باید بسیار کوشش بکنن با طفل خود بسیار آهسته صحبت بکنن، به شیرینی صحبت بکنن، کلماتی که سیلاب های بسیار طویل داره استعمال نکنن، کلمات بیشتر به شکل چیزی برشان صحبت بکنه که به شکل تجردی نباشه، به شکل عینی باشه و قابل فهم باشه که تا طفل رو تمرین کرده بتونه و تمرین کنن. اگر طفل دیدن که در گفتار خود درست نمیتونه اوره چی کنه، یکی دو بار، سه بار، پنج بار تا ده بار رو باید تکرار بکنن تا او به حساب آرزه که برای طفل پیدا شده از بین بره. در این صورت است میشه علاج شوه، چون یک مسئله است که در اختلال در گفتار که لکنت زبان یک بخشش است، این قابل علاج است، قابل تداوی است، امکان داره که به مرور زمان تا سن 7 سالگی از بین بره، به شرطی که خانواده ها توجه داشته باشن که طفلشان در کجا مشکل داره و وقتی صحبت میکنه چی میخواه بگه. بهتر است که پدر مادرها در این دوره برای که رشد زبان گفتاری طفلشان به شکل درستش پیش بره این مسئله را در نظر داشته باشن. موضوع دومی که کلمات خاص بعض اوقات طفل نمیتونه به مشکل درستش ادا بکنه. بسیاری خانواده را ما دیدیم وقتی یک کلمه را به شکل غلطش یوازی که او را اصلاح کنه خنده میکنن و یک قسم برشان بسیار خوشایند است. طفل بار بار کوشش میکنه که همون غلط خود دو سه بار تکرار بکنه. من مثال براتون میارم، یک طفل 5 ساله که طفل بدخشانی همسایه ما بود و بدخشان گفته نمیتونست، دبخشان میگفت. ببینید حالا خوب بدخشان و دبخشان، اونا یوازی که همین کلمه را اصلاح بکنن، بچم نگو بدخشان بگو، ورشی به شکل سیلابش یا به شکل حرکات حروف یا هم به شکل ای که کدام حروف با هم یک جا شده کلمه را ساخته به او شکل با طفل تمرین کنه خنده میکنه. این یک مثال مبرتان آوردم، صدها مثال دیگه هم هست که خانواده ها البته توجه داشته باشن. موضوع دومی که در قسمت دیسلکسیا که براتون گفتم، یکی دیسلنگوی هست که مثالش پیشتر، دیسلکسیا بعض وقت هست کلمات میخواه، فشار میره سر خود، دیدین طفل فشار میره که همون جمله را کامل بگویه، مثلا یک موضوع را میخواه بیان بکنه، یک کلمه شه و مشکل میتونه ادا بکنه، یا امو حروف نمیتونه درست ادا بکنه، یا خود کلمه را مکمل نمیتونه درست تلفظ بکنه، به خاطر است بندش برش پیدا میشه، لکنت زبان پیدا میشه که لکنت زبان اگر امرایش تمرین شوه، بازم میگم شاید به مرور زمان همی مشکلی که طفل داره کاهش پیدا بکنه یا هم بهتر شوه، و اگر امرایش تمرین نکنه و طفل به موال خودش رها بکنه، یقین دارم که طفل نمیتونه رشد بکنه. و وقتی که سن 7 سالگی، ما یک چیزی را براتون به ابتدای صحبت ها گفتم، تا سن 7 سالگی مرحله اول زبان آموزی تکمیل میشه و اگر پدر مادرها در این دوره کوشش نکنن، طفلشان برای آموزش های
سیستماتیک و منظمی که داخل نصاب تعلیمی یک مملکت میشه یا یک نصاب میخواد پیش ببره، در هر مضمونی که باشه در اونجا افت خواهد داشت، به خاطر از اینکه خوانش اولین مهارت است که خوانش و گفتار با هم ارتباط داره. در خوانش هم مشکل پیدا میکنه، در تلفظ هم مشکل پیدا میکنه و در گفتار هم مشکل پیدا میکنه، که امیدوار هستم انشالله خانواده توجه داشته باشن که طفلشون اگر این حالت داشته باشه، باز میم سر مسئله که هیرسی چی حوامل را داره که یک بحث علایده سر از باز میشه که صحبت بکنیم. تشکر از شما آقای حازم عزیز. حالا به هر دلیلی اگر لکنت زبان اتفاق بیفته و به کودک درگیر لکنت زبان شد، خب کار ندارن، در جای خود شما اشاره فرمودید که یک مسئله ارثی هست، میتونه محیطی باشه، گاهی اوقات خود رفتارهای ماحول ما هم میتونه تاثیرگذار باشه. دو نوع رفتار وجود داره، یکی رفتارهایی است که بر اساس آگاهی‌های از پیش تعیین شده است که والدین عزیز با درایت با فهم کامل میدونن که با کودکی که دچار لکنت زبان هست چگونه برخورد کنند. این به جدا در کنارش ما کسانی رو داریم که با ناآگاهی برخورد میکنن، بنا به مثالی که شما اشاره فرمودید، واژه‌ای را که کودک با اشتباه و تکرر او را استفاده میکنه میخوان که باز انجام بده. چنین ناآگاهی های منجر به اضطراب و هیجانات منفی در کودک هم میشه. میخوایم به چند نمونه از این ناآگاهی ها و اشتباهات رایج در رفتار با کودکانی که دچار لکنت زبان هستند شما اشاره بفرمایید. یک مسئله که ما باید قبلا نمی موضوع را تاکید میکردم و توضیح میکردم که ترساندن طفل بسیار اوقات است. یک چیزی را مثلا شما در عین صحبت با طفل هستین، طفل مکرر میترسانن. این یکی از موضوعات است که در خود مسائل کسایی که روان درمانی کار میکنن این را پیدا کردن و تحقیق هم صورت گرفته که ترس یکی از عوامل است که در طفل لکنت زبان تشدید میبخشه، بلکه شدت میبخشه. ناآگاهی های خانواده ها در قسمت لکنت زبان بر علاوه که مشکل کودک یا مشکل طفل نمیتونه حل بکنه، بلکه مشکل طفل دو برابر میسازه، که یکیش مسئله ترس است که من پیشتر بر شما گفتم. بسیار اوقات است که ناآگاهانه بعض اوقات وقتی یک طفل یا دیر گفتار است، یک موضوع دیگه هم است که من پیشتر اصطلاحات لاتین البته ناخواسته برای شما گفتم که خودش یک وقت است دیرگفتار. از دیرگفتاری چی است؟ دیرگفتاری خودش هم در حقیقت لکنت زبان به وجود میاره. یک طفل به 2 سالگی نیست، 3 سالگی میتونه کلمات ابتدایی را با تلفظ اشتباهش به کار ببره، که هم توجه خانواده را ما میخواهیم که باید توجه داشته باشن، تشویش نداشته باشن که طفلشان دیرگفتار است، به 2 سالگی نتونستن کلمات ابتدایی را و یا هم با لکنت زبان او را تلفظ کردن تمرین کار داره. هر دو حالتش تمرین کار داره، با طفلای خود باید تمرین بکنن و کلمات ابتدایی را با شیرینی و لطافت و با محبت خاص پدر و مادر با طفلای خود صحبت بکنن. کلمات را که متوجه میشن که طفل 2 بار 3 بار 4 بار تکرار میکنه، بازم اونا با لکنت میتونن او کلمات اینا البته ادا بکنن، بیشتر تمرین بکنن تا اونمو کاهش پیدا بکنه. و ناخودآگاهی اکثر اوقات در طفل پهلویی که اضطراب و تشویش پیدا میکنه و طفل دست و پاچه میشه و اکثر اوقات وقتی که مسئله ترس با ترس همراه باشه، من یقین دارم که طفل دیگه پهلویی که رشد زبانی کرده نمیتونه، اکثر اوقات با لکنت زبان کلمات وقتی میخواه ارتباطات نمیتونه با دیگرا به شکل درستش برقرار کنه. ممنون آقای حازم عزیز، سپاسگزارم. میگم خیلی کوتاه میام برنامه رو میبینیم و ادامه این بحث در بخش بعدی هم شان داریم. دوستان عزیز ارجمند دعوت میکنم که شاهد میان برنامه ای باشید. خب دوستان از ارجمند، انیمیشنی رو هم به اتفاق یک دیگر مشاهده کردیم که در پیوند به موضوع برنامه با ما بود، مشخصا در رابطه با لکنت زبان اشاراتی داشتیم و آن چیزی که مهم است نوع رفتار و نگرش ما نسبت به وضعیت کودک هست که مشخص می‌سازد کودک
رو به بهبود راه بره و حرکت کنه، یا ای که سالیان سال درگیر چنین وضعیتی باشه. آقای حازمی عزیز، ممنون از صحبت‌های شما. به هر حال هر آن چیزی که در کودک اتفاق می‌افته، یا بهبود وضعیت یا در واقع تشدید وضعیت لکنت زبان، بستگی و ارتباط مستقیم به این داره که ما چه نوع برخورد و رفتاری با کودکان داریم. گاهی اوقات ما این وضعیت در کودکان به عنوان یک اصل می‌پذیریم که جزئی از شخصیت کودک باید باشه، که لکنت زبان در واقع همانند یک اختلال و همانند یک عیب در وجود کودک باید باشه. به هر حال همه و همه یک نگرش هست، اما آن چیزی که مهم است رفتارهای ماست. چه رفتارهای مثبتی وجود داره که میتونه این وضعیت بهبود برش ایجاد کنه؟ البته بسیار پیشورده برای شما گفتم، میتونم برای تمام خانواده البته پیام است که کوشش بکنن طفلشان در هر حالتی که هست در لکنت زبان، در هر مرحله که اگر شدید است یا خفیف است، اونا حمایت خود داشته باشند و کوشش بکنند طفل از ترساندن، خشونت کردن و نوی که شکل خود شخصیت طفل زیر سوال میبره، استراب ایجاد کردن، از این پرهیز بکنند و کوشش بکنند که برای رفع لکنت زبان یا به حساب کاهش دادن وضعیتی که خود طفل داره همراهشان تمرین بکنند و رفتارشان طور باشه که طفل احساس نکنه که نقصی که در وجود طفل وجود داره خانواده ها او را به مورد تمسخر قرار میده، که متاسفانه خصوصا در جمع اگر باشه این شکل هست. خانواده باید ذهنیت داشته باشند که برای رفع این مشکلی که طفلشان داره چی نوع حمایت طفل نیاز داره، چی کار باید بکنن، که ما در صحبت های پیشتر خودم گفتم که باید حمایت بکنن طفلای خود و همراهشان تمرین بکنن، تمرین یک بار نه چندین بار تمرین بکنن، تا در زبان گفتاری که یگانه وسیله ارتباط برقرار کردن گفتاری با دیگر است، ای اصلاح شوه و شخصیت طفل زیر سوال نره و در آینده با مشکلات روبرو نشوه، که اگر بخواه یک کسی در یک جمع صحبت بکنه یا در جمع از همصنفهای خود باشه کار بکنه و این مشکل دوچار نشوه و این مشکلش رفع شده بتانه، که البته این مشکل قابل رفع است در داخل خانه ها. اول ذهنیت سازی است که پدر مادرها و تمام بزرگان که داخل خانه هستند ذهنیتشان باید طور نباشه که خلاصه کسی اگر طفلشان لکنت زبان داشت این در حقیقت یک عیب تلقی شود، که عیب نیست بلکه اصلاح میشه. هر انسان مشکل داره، مشکلش قابل حل است. به مو خاطر است که خانوادار ما برای اکیدن این موضوع رو برشان میگم که توجه داشته باشند که اگر طفلشان لکنت زبان داره یک کلمه را یا یک فقره را یا یک جمله را به بسیار مشکل سیلاب هایش میتونن ادا بکنن و درست تلفظ بکنن، امروشون تمرین بکنه، انشالله ما یقین دارم که مشکلشان حل شده میتونه و برای خود طفلم جای سوال نیست و آینده میتونه درست رشد کنه. تشکر. در حد یک دقیقه صحبت داشته باشیم آقای حازم عزیز، تمسخرها و اتفاقاتی که در بیرون از منزل برای کودک رخ میده و موجب این میشه که شخصیتش یک مقدار حقیر و خرد شود، چگونه میتونیم حمایت داشته باشیم در چنین وضعیتی؟ خب این را البته اول ذهنیت خود طفل باید بسازم. طفل آنقدر باید از نظر روحیه داده بتانیم که طفل خودش اگر که مورد تمسخر قرار میگیره طبیعی است که در جامعه شاید هم وجود داشته باشه، خود طفل در استراب و ترس برش پیدا نشوه، خود طفل باید تقویت بکنم. دومی که یک آگاهی دهی برای خود طفل و برای تمام اعضای خانواده که اونا باید آگاهی داشته باشن که مشکلشان قابل حل است و این در حقیقت یک عیب و مشکل شخصیتی نیست. بله، زنده و سلامت باشین آقای حازم عزیز. تشکری میکنم از معلومات بسیار جامعی که اشاره فرمودید. برای شما روزی موفقیت میکنم. تشکر شما. ممنون از شما. خب دوستان عزیز ارجمند، همراه برنامه ما باشید تا هلوش ساعت 5 بعد از ظهر میهمان شما عزیزان هستیم. از این لحظه به بعد همکار گرامی ما خانم حسینی برنامه رو برای شما عزیزان تقدیم میکنه. هم اکنون شده میان برنامه ای هستیم.